خب گفتیم که باید یه سره همیشه حواسمون باشه که ما هر کاری تو بیزنس، تو بخش بیزنس دیولوپمنت، توسعه بیزنس و مارکتینگ انجام میدیم، همیشه دو تا مسئله رو در نظر میگیریم: سیلز و برندینگ، یعنی معروف شدن، مطرح شدن و فروش. این دو تا قانون رو هر چی داریم میگیم یادتون باشه همیشه به یکی از این دو تا ربط داره، یعنی یا دو تاشو در نظر گرفتیم یا کاری که میکنیم یکیش توش استفاده شده. اینه که باعث میشه که ما سریعتر فیدبک بگیریم، جواب بگیریم از اون کاری که داریم میکنیم. یه مارکتینگ تیم، یه دونه ونیو، یه مارکتینگ تیم داره، یه تیمی داره از افرادی که دارن باش کار میکنن، چه در بیزنس دیولوپمنت یعنی توسعه بیزنس، چه در مارکتینگش دارن تو این ونیو کار میکنن. اسمارت تیم، کسی اسمارت داره فکر میکنه که وظیفه‌ای که بین اینا داره تقسیم میکنه به اینا بخوره. شما زمانی که داری یه مارکتینگ پلان تنظیم میکنی، یه دونه پلانی رو آماده میکنی که این گروه قرار انجام بده، اشتباه ترین کار این است که بیای بگی که بذار مثلا دوست خودمون مثال بزنیم، الان مثلا عباس رو، مثلا بری سراغ عباس بگی عباس مثلا بیا این کارو بکن. خب وقتی که عباس اصلا این کاراکترش با این جور در نمیاد، تو داری عملا هم به عباس لطمه میزنی، هم به شرکت لطمه میزنی، هم به پلن لطمه میزنی. پس میریم چی کار میکنیم؟ شناخت از افراد و اون نقشی که، اون وظیفه‌ای که داریم به تیم میدیم باید بهش بخوره. کسایی که داری میذاری برای فیس تو فیس میتینگ ها باید مال میتینگ رو در رو باشن. کسی که داری میذاری برای تلفن، تلفن باید بهش بخوره. کسایی که داری میذاری برای جوابگویی، مثلا در لحظه مثلا یه نفر رو میبینی یا تو نمایشگاهی که شرکت میکنیم، باید به اون جور در بیاد، باید به کاراکترش بخونه. کسانی که پلن مسئول این میشن که مثلا در ارزیابی ها باشن، اینها در دایره دانششون باید بخوره، در دایره استایلش باید باشه. کسی که حوصله آمار و ارقام نداره رو بذاری مثلا آقا بیا برای من چیز کن، بیا بشین آمار جمع کن، مثلا به من اطلاعات رو مثلا بیا ارزیابی کن، آنالایز کن، خب یعنی تو عملا داری هم به خود اون شخص لطمه میزنی، هم به تیم لطمه میزنی، هم به کل شرکت. به همین سادگی. یعنی چی؟ همون حرفی که همه حرف همیشگی معروفی درباره مشاور، یعنی آدم مناسب رو در جای مناسب قرار دادن. این باعث میشه که آدم مناسب رو در جای مناسب قرار دادن باعث میشه کار درست انجام بشه. همون داستان در یه مارکتینگ تیم هم هست. دلیل نمیشه که چون اعضای یه تیم مارکتینگ هستیم حتما همه کارها رو حتما باید بتونن انجام بدن، مگر اینکه اون فرد انقدر فلکسیبیلیتی داشته باشه که یه بخش عمده ای از انواع اقسام وظایف رو بتونه انجام بده که شما بتونید تنوع انواع اقسام وظایف رو بسپری بشه. زمانی که شما یه کمپین تبلیغاتی برای خود طراحی می‌کنی، خب هر کدوم از این اعضای تیم باید یه وظیفه از این کمپین در اختیارشون باشه، یا ممکنه یه بخشی از کمپین یا سه نفر از این اعضا قرار باشه انجام بدن. سعی می‌کنید که انتخاب اون وظیفه، یعنی اون وظیفه‌ای که داره به اون آدم میدی چی باشه، بر اساس توانایی‌ها، قابلیت، کاراکتر اون آدم باشه. یعنی باید بخوره به کاراکتر اون آدمی که این کارو داره بر عهده می‌گیره انجام بده. یعنی چی؟ یعنی دستوری و اجباری کار جلو نمیره. این بر اثر بهش میگن تیم ورک. حالا ما قراره یه کورس دیگه با هم دیگه داشته باشیم، بهش میگیم تیم ورک، کار تیمی کردن. یه دوره دیگه با هم دیگه خواهیم داشت که تو اون همه اینو بیشتر توش برد میشه. ولی باید ما تیم، اون گروهی که داره این کار رو انجام میده، اون شخصی که تک به تک اشخاصی که تو مارکتینگ تیم هستن رو قشنگ بشناسیم، توانایی و قابلیتاشون رو بدونیم، دانشش رو بدونیم، رزومش رو بدونیم چیه. وقتی کار رو داریم بهش میدیم، کار رو نقش درستی رو برای اون کار بهش بدیم. اون موقع است که تا آخر شب و آخر هفته میتونی انتظار اینو داشته باشی که شما از اون کارهایی که داری میسپوری نتایج درستری بگیری. پس اسم این شد چی؟ تقسیم وظایف بین اعضای تیم. هوشمندانه عمل کردن یعنی چی؟ یعنی بر اساس کاراکتر اون افراد، تواناییشون و حرف زدنشون. حرف بزنید با هم دیگه، نه یا بالا سرش بگو که عباس، کامران، تو باید از فردا این کار بکنید. اصلا کامران میاد میگه که خب من این اصلا باید من شما برداشت این بوده که فکر میکردید من باید این کار رو بکنم،
اما بیا با من صحبت کن ببین من آیا این کارو خوب انجام بدم. چون اگر عباس تو کاری که داره میکنه موفق بشه، هم برای خودش خیلی خوبه، هم برای تیم خوبه، هم برای شرکت خوبه دیگه. خودش هم کیف میکنه، خودش هم دلش میخواد قابلیتاشو بیشتر نشون بده، پیشرفت بکنه، بره بالا، بگه آقا ببین من چه آدم مثبتی ام، به درد میخورم. خب اگر اون چیزی که بهش میسپاری اونی نباشه که باید انجام بده، از دست رفته. پس بنابراین با هم حرف بزنید قبل از اینکه وظیفه رو انتقال بدین اون در زمینه پلن مارکتینگ. توی یه پلن مارکتینگ قبل از اینکه اصلا همه این حرفایی که داشتیم میزدیم و داریم میزنیم، اینا بخشی از مارکتینگ که یاد بگیریم داریم چیکار میکنیم، ما یه سری گول باید تعریف میکنیم، باید هدف تعریف میکنیم، باید یه مجموعی از اهداف داشته باشیم. من اصولا استایلم اینطوریه که وقتی که من میگم اسمارت فکر کنید، من میگم اصولا با یه هدف هیچ وقت جلو نرید، همیشه چندین هدف برای یه دونه کمپین تبلیغاتی، برای یه پلن مارکتینگ تعریف میکنید، چندین هدف براش تعریف میکنید. اینجوری همون داستان این معروفی میشه که تمام تو خمرقات توی سبد نذاشتی، تمام نقشت رو سوار نکردی برای اینکه برسی به یه نقطه ای که اگر به اون نقطه نرسی کل پروژه میشه یه شکست کامل. هیچی بدتر از این نیستش که شما برسی به انتهای یه پروژه و بزنی تو سر خودت که آقا این اتفاقی که ما نقشه کشیده بودیم، اون هدفی که تعریف کرده بودیم بهش نرسیدیم. پس اهداف تعریف میکنیم نه هدف. اهداف بزرگی رو تعریف میکنیم در اون زمینه مارکتینگ پلنی که داریم به اجرا میذاریم، میخوایم درست کنیم به اجرا بذاریم و میگیم که میخوایم به این اهداف برسیم. حالا اون کلکی به شما گفتم که شما نیاز داری به اینکه خودتو آنالایز کنی، مسیرتو آنالایز بکنی، بسیار ساده شروع میکنی یه سری هدفهای کوچولوتر تعریف کردن برای رسیدن به اون اهداف بزرگ. به همین راحتی که این هدف کوچیکا، یعنی فرق این دو تا هدف در اینه، فرق این دو مدل هدف در اینه، اهداف بزرگ اهداف طولانی مدت تری هن، اهدافی هن که در اثر در انتهای این دوره مارکتینگ پلن شما قرار بهش برسی یا زمانی که براش تعریف کردی آقا مثلا 6 ماه آینده باید بهش برسم، اهداف کوچیک اهدافی هن که شما برای روزانه، هفتگی و ماهانه خودت تعریف میکنی. به همین سادگی خودت آنالایز میکنی، یعنی از این راحت تر نمیشه تعریف کرد که آقا من هدفهای کوچکتری رو تعریف میکنم که هر هفته، هر روز، هر ماه من در این انتهای هر در انتهای هر مسیری که در هر روز بهش میرسم، میرسم به اون چی؟ میدونم که به اون هدف بزرگم دارم درست میرسم. اگر به هدف کوچیکام نرسیدم، برمیگردم میبینم یه جایی کارم توی مارکتینگ پلنم اشکال داره یا ما داریم اشکال داره تو کارم، درست انجام نمیدیم. عباس میگه که اهداف فرعی در کنار اهداف اصلی بهتر نیست. اهداف فرعی میتونه باشه، خب اگه منظورت اون بزرگ است که میتونه مثلا یه هدف بزرگ داشته باشه، یه مجموعه اهداف فرعی هم دورش باشه، اینم حرف قشنگیه. اگه منظورت اون بزرگا بود، به جای اهداف یه هدف بزرگی که دورش هم یه عالمه هدفهای فرعی تعریف کرده باشی، اینم قشنگه، با اینم موافقم. چرا؟ چون تو یه هدف اصلی بزرگ داری، اما یک مجموعه بزرگی از اهداف چندین هدف فرعی هم تعریف کردی که اگر به اون هدف اصلی در انتها نرسی، اون هدفهای جانبی که هدفهای فرعی که تعریف کردی به اونا برسی، به یه حجمی از موفقیت رسیدی، یعنی یه بخشی از موفقیت رو بهش رسیدی و ترس نداری که به اینجا رسیدی. اما بعضی وقتا میبینی که حالا این حرف کاملا درسته عباس، اما شما میتونی اینجوری هم بهش نگاه کنی که در انتها اهداف اصلی داشته باشی، اما میتونه این شکلی هم باشه، یعنی یه هدف اصلی دورش هدفهای کوچیک‌تر. این هدفهای کوتاه مدت که گفتم ربطی به اینی که گفتی نداره، اینی که گفتی برای هدف بلند مدته. اهداف کوتاه مدت باعث میشه که چون بر اساس اون هدف بزرگا این هدف ها رو گذاشتی، بهش هم زمان کوتاه میدی، روزانه، هفتگی، ماهانه داری بهش زمان میدی، میگی من باید به اینا برسم. یه فروشگاه زنجیره‌ای خیلی بزرگ اینجا هست به نام کاستکو توی آمریکای شمالی، خیلی جالبه. اینا یه دونه تخت سیاه گذاشتن، بعضی هم حالا تو بعضی جاهاش هم وایت بورد گذاشتن، بعد شما وقتی میری تو چیز، میری قشنگ همونجوری که داری خرید میکنی، دم کشیه، دم صندوق که داری خرید میکنی، یه خورده جلو، اینجوری چه شما هم هست، همه مردم دارن میبینن، نوشته ما امروز اینا یه سیستم چیز دارن، سیستم سابسکرپشن، یعنی عضویت دارن. بعد نوشته امروز هدف ما این است که ما باید تو این شعبه 100 تا گولد ممبر بگیریم، عضو گولد، نمیدونم 500 تا عضو اکسیکیوتیو بگیریم، نه فلان، قشنگ نوشته. بعد جلوش هم نوشته تا اون ساعتی که مثلا هر ساعتی که دارن میگیرن هی از این کم میکنن. ببین هدف دیلی، هدف روزانه گذاشته برای خودش.
اینا یه هدفای بزرگی دارن در ماها، اما قشنگ به وضوح جلوی چشم همه کارمندا و تمام آدما گذاشته که ما الان ساعت مثلا اینا 9 صبح 8 صبح باز میکنن تا ساعت 8 شب 12 ساعت تقریبا بازن، مثلا ساعت 12 1 رفتی نگاه میکنی نوشته مثلا گل امروزشون این بوده که اینا برسن به 100 نفر و الان مثلا نوشته 2 نفر شدن، نمیترسه نوشته اینو. این باعث میشه که همچون همه اینوالون، همه درگیرن. حالا بحث بعدی من دقیقاً همینه، تمام اعضای یه دونه شرکت، تمام اعضای یه دونه ونیو درگیر این پیشرفت یه مجموعه، مجموعه رو همه درگیرش، از منشی که نشسته از دم در اون نگهبانای دم در، همه باید نقش خودشون رو تو این ببینن، ببینن که اینها هستن که تعیین کننده در آینده اینجا. اگر اینجا بخوره زمین خب اینا شغلشون از دست میدن. اینا باید همه بفهمن که آقا تمام اعضای این کشور، تمام اعضای کسانی که تو این کمپانی هستن، تو این ونیو دارن کار میکنن، همشون چی دارن؟ یه نقشی دارن در سرپا نگرداشتن و موفقیت این. وقتی اینو توشون جا بندازی که آقا همه شما نقش دارید، یعنی اگر اینجا تعطیل بشه، اگر اینجا درآمدش خراب بشه، اگر اینجا ضرر بده، اولین اتفاقی که میفته شروع میکنه کم کردن نیروهاش. این اولین اتفاقی که برای هر شرکتی ممکنه بیفته. پس بنابراین اگه اینجا موفق بشه دو تا خوبی داره. اولیش این است که من جاب، شغلی که دارم سکیور میشه، امنیت شغلی دارم. دومیش چیه؟ اگر مدیران تصمیم گیران خوبی پشت این قضیه خوابیده باشه، از درآمدهای این به من، به وضع مالی زندگی منم کمک خواهد شد. هم امنیت شغلی دارم، هم به من چی رسیده؟ به من هم درآمدهایی رسیده. چرا؟ چون درآمد اضافه تری باعث شدیم، یعنی با این خوب کار کردنه باعث شدیم اتفاق بهتری بیفته و این پول تقسیم میشه بین همه، یه بخشی از این اکسترا درآمد اضافه تری داره بین همه تقسیم میشه، همه از این بهره میبرن. این میشه چی؟ این میشه یه دونه کار، این میشه یه سیستم تیم کار کردنه، تیمی که داره اسمارت کارش رو جلو میبره، تیمی که داره خیلی چی بهش میگن، همه با هم کار میکنن، همه منفعت رو میفهمن که آقا باید این پلنی که اینجا این سیستم رو همه با هم جلو ببره. خب پس این اهدافمون رو چیکار میکنیم؟ این حرفو که گفتیم به خاطر این بود که بدونیم که آقا این هدفمون رو قشنگ میایم به همه میگیم، به تمام اعضای تیم میگیم، میگیم ببین هدف اینه، باید به این اهداف برسیم، این هدف کوچولو هم باید بهش بر این زمان ها برسیم. به همین سادگی شما تمام اعضا و کارمندهای یک تیم رو درگیر چی میکنی؟ درگیر خودت میکنی، درگیر پروژه میکنی، اینوالوش میکنی، اینگیجش میکنی، یعنی درگیر، همون درگیر، درگیر کارش میکنی. این میبینه خودش نقش داره، میبینه نقش داره در، اصلا نقشش جدیه. یه آدمی نیست که مثلا صبح که میاد ما که دیگه کاره نیستیم، این سیستم داره میره دیگه، نه، میبینه خودش یه نقشی در این کار داره و باید در انتها خودش رو تو این یه جایی داره میبینه. میبینه آقا من جزء گول امروز نرسیدیم، گولایی که این هفته تعریف شده مثلا بهش نرسیدیم، چون به اون گول نرسیدیم که این گول ها میتونه هر چیزی باشه که بر اساس مارکتینگ پلن تعریف شده باشه، این اون گوله رو چون خودش رو توش میبینه مجبور میکنه خودش رو به اون هدف برسه و جزء گزارشاش بذاره. اینجاست که میبینید فرق وجود داره بین جهان سوم و جهان اول. در جهان سوم میان گزارش علکی به هم گزارش میدن فقط، چون گزارش چیز نیست، گزارش بر مبنای نتایجی نیست، گزارش فقط، به نتیجه قرار نیست برسه، خب هدفهایی تعریف نشده بهش رسیده بشه، فقط داره یه گزارش بر اساس سری شعار. اما در جهان اول گزارش بر اساس اون چیزایی است که بهش رسیده، یعنی طرف رسیده به این و داره با خوشحالی میره میگه ببین من به اینا رسیدم. این میشه نحوه فرق گزارش دادن. من به اینا رسیدم، من ببین به این هدفهایی که تو تعریف کردی برای من گفتی این هفته بعد به اینجا برسیم، من به اینقدر از این هدفا رسیدم با خوشحالی کمال، کمال خوشبختی میاد اینو میگه. چرا؟ به خاطر اینکه داره نیمه پر لیوانو میبینه و درستم هست، یعنی این انرژی که داره کاری نداره به این حجم از هدفا نرسیده، وظیفه این نیست، وظیفه بخش آنالیز کردنه که ببینه چرا اون نیمه دوم هدف ها بهش رسیده نشده، به این بخش هدف ها رسیده شده، این وظیفهش رو انجام داده، بخش آنالایز داره میره محاسبه میکنه که چرا این ما نرسه، یه کلیتی باعث شده که این به بخشی از این تنها مقصر نبوده که اون نصفه ایجاد نشه، نصفی از کار جلو نره، اما اون نصفه اهدافی که رسیده شده جزء انگیزه ایست که ایجاد شده و میاد میگه ببین من به اینا رسیدم، من به این هدف ها رسیدم. چرا؟ اصلا خودش میاد با استقبال گزارش میده، نه گزارش چیزی، گزارش شعاری
بدون چیز، بدون نتیجه. گزارش بر اساس نتیجه داده میشه، نه گزارش بر اساس یه مجموعی از فضا و هوا و بی نتیجه. خب پس مارکتینگ تیم بر اساس گفتیم کاراکتراش و این حرفا تقسیم میشه. مارکتینگ تیم برمیگرده به کل یه تو استراتژی که میچینه به کل اعضای یه شرکت، تمام کسانی که تو ونیو کار میکنن هم خط میده. خب و یه خطی به تمام اعضای شرکت، تمام اعضای ونیو هم خط میده و بهشون میگه که باید به چه شکل و شمایلی خدمت تو عرض شود که اونها همه میتونن اینوال باشن و نقش داشته باشن با در جریان قرار گرفتن عمل کرد. به همین سادگی عمل کردتون رو با اعتماد خاطر، با خیال راحت به همه نشون بدید. ونیو یه شانسی داره، بیزینس سالون یه شانسی داره که رونیو توش اتفاق میفته، یعنی معامله کار داره توش اتفاق میفته. پس بنابراین به همین راحتی اگر اون اتفاق روتینی که داره میفته بیاره در داخل یه پلن قرار بده و اون پلنش و اهدافش رو شروع کنه بین همه کارمنداش عرضه کردن و بگه ببین باید به این اهداف برسیم و اون گزارش رو بین همه تقسیم کنه، بگه ببین به اینجا رسیدیم، به این مشخصات، به این اهدافمون رسیدیم، اون مارکتینگ پلن 100% خوب جلو میره. هر ماه، هر هفته میاد اعضایی که کلیدی تو اون مارکتینگ پلن به بیشترین موفقیت رسیدن رو بهشون نمایش میده که این اتفاق از طریق این آدما، این آدم‌ها در این پروژه این هفته خیلی خوب بودن. خب این یک رقابت جالبی رو ایجاد میکنه برای رسیدن به موفقیت، نه گزارش الکی دادن. یعنی شما داری جلوی گزارش الکی رو به همین راحتی میگیری. چرا؟ چون بر اساس نتیجه است گزارش‌ها. دومی که